بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوک کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید بعد از شروع طوفان الاقصا رسانه های خارجی خصوصا آمریکایی هاشون اومدن گفتن که اسقاطیلی ها به زودی از حماس انتقام میگیرن خب فیلم های منتشر شد که نمونه شد دارید میبینید هلیکوپترها اومدن سربازان ارتش اسقاطیلی رو سوار کردن بردن بمباران کردن هر جا رو تونستن کوبیدن و این تقریبا سه چهار هفته هم مدام گفتن که حمله زمینی رو شروع میکنیم به تعویق افتاد تصمیم ارتش عوض شد نتانیاهو امضا نکرد این اینجوری شد اونجوری این شد خلاصه تا جایی که میتونستن از طریق هوایی غزه رو بمباران کردن اما الان یه اتفاق خیلی خیلی عجیب افتاده بامداد امروز اینا اومدن وارد غزه بشن به صورت زمینی بعد شاهای گردان القسام شناساییشون کردن بعد از اینکه شناسایی کردن اینا درخواست پشتیبانی هوایی دادن یعنی از نیروی هوایی ارتش اسکاتیل خواستن که بیاد اینها رو نجات بده بعد مجبور شدن به سمت دریا فرار کنن و بخشی از تجهیزات نظامی خودشون رو جا گذاشتن که من یه پیشنهاد خیلی خیلی جالب برای اینها دارم بتونن اونجا به هر حال بیکار نباشند یعنی در حین که دارن عملیات میکنن و اینها اونجا یه سر و هم به وضعیت شنا کردن خودشون بدن که الان فیلمش رو میخوام به شما نشون بدم آموزش قواسی هست توی دریا که اگر یه وقت مجبور شدن خواستن به اون سمت برن لاقل اونجا نفله نشند برن مثلا تو ساحلی جایی خودشون رو نجات بدن اینم فیلم آموزش قواسی هست میخوام بهتون بگم که میتونن شرکت کنن تو این دورها شاید ما خودمون بریم اونجا یه دوره براشون بذاریم که بتونن حداقل شنا کنن جون خودشون رو نجات بدن اما سوالی که اینجا مطرحه و ذهن خیلی رو درگیر کرده اینا چرا حمله زمین رو شروع نمی کنن؟ خیلی واضحه خیلی خیلی واضحه اینا مرد جنگیستن یعنی اندازه این حرفا نیستن که بخوان وارد بشن و تو غزه جنگ زمینی جنگ شهری و جنگ تن به تن داشته باشن اما یه مسئله که وجود داره تو بحث جنگ زمینی اینا خباست رو به سرحد اعلا رسوندن دو سه روز پیش من به یه نکته اشاره کردم بعضیا دقت نکردم و فکر میکنن که این تحلیل یه تحلیل مبتنی بر تخیله امروز این تایید شد یعنی چیزی که ما دو سه روز پیش گفته بودیم امروز تایید شد برخی رسانه ها مدعی شدن که اسقاطیل میخواد تونل های زیرزمینی حماس رو با گاز اعصاب پر کنه دقیقا تو همون برنامه ای بود که اون پسر اومده بود ادعا کرد که من فرزند مثلا یکی از سران ارشد هماس هستم میدلیس آی نوشته اسقاطیل در نظر داره با نظارت کماندوهای نیروهای دلتای آمریکا به عنوان بخشی از حمله قافل گیرانه به نوار غزه تونل های حماس رو با نوعی گاز اعصاب یا سلاح شیمیایی پر بکنه خب ببین وقتی توان رویارویی ندارن از اون طرف یه گندشون هم در اومد دیگه اعلامیه پخش کرده بودن به مردم فلسطین که بیایید بگید مثلا ما مطلع بشیم حماس کجا پنهان شده اسرا رو کجا نگهداری میکنه ما مطلع بشیم به شما هم پول بدیم و به شما هم امان بدیم یعنی در امنیت به سر ببرید تا ما بتونیم به اون هدف خودمون که دستیابی به اسرای خودمون و فهمیدن تونل های حماس یعنی بفهمیم کجا تونل زدن چقدر چه این اطلاعات رو ما بدید بهتون پول بدیم ببین اینا هم در هم خبیسن آدم در که از همه جا داره فشار بهش میاد فشار افکار عمومی میاد فشار رسانه ها میاد فشار مردم خودشون میاد دیدید دیگه اسقاطیده اومده بودن تظاهرات میکردن گفتن که اسرای ما رو پس بدید برید مثلا تحویل بگیرید بیارید به کی داری اعتراض میکنی به کسانی که الان خودشون مستصل شدن یعنی چنان ضربه خورده اینا گیج شدن نمیدونن چیکار بکنن حیاهو دارن میکنن این درموندگیه باعث میشه خباست های اینا رو ما بیشتر ببینیم مثلا بیمارستان رو میزنن چند صد نفر شهید میشن از این طرف بمباران هوایی ممتد ادامه داره در این سه هفته و از طرفی خبر به گوش تو میرسه که اینا قراره گازهای شیمیایی یا مواد سمی و هسته‌ای هم استفاده بکنن وقتی سلاح شیمیایی استفاده میکنین نشون میدی که به هیچ مرزی پایبند نیستی بنابراین فکر میکنم که لازم باشه محور مقاومت بیش از پیش با هم دیگه هماهنگ باشند و این حکام عرب یه تکونی به خودشون بدن یه کلیپ اومده بود بیرون خیلی جالب بود میخوایم با هم ببینیم یکی از شهروندان عرب زبان صحبتایی نسبت به حکام عرب داشت که من این رو بیارم روی صفحه شما هم ملاحظه بفرمایید صحبتای خیلی جالبی داره در با ایران هم صحبت میکنه برای من جالب بود گفتم شما ببینید صداشو زیاد کنم یلا طلع لی مثل ایران یه یک کشور عربی مثل ایران به من نشون بدید این همه دارید حرف میزنید حرف درمانی میکنید یکیتون مثل ایران شجاعت داشته باشید بیایید وسط کار بگید آقا ما هم هستیم بیکن شجاع اختلف مع ایران اختلف اختلف مع ایران عالم اختلف مع ایران بس في هذه القضية هذا الجزء مشترك يا في عشرة في توافق احنا والإيرانيين ترى الإيرانيين مسلمين أنا قلت لك سير شيعي أنا قلت لك روح ناسبهم أنا قلت لك روح ايش عندهم شجعان نظام الإيراني شجاع ميه yeah. من میدونم شما با ایرانیا اختلاف دارید منم شاید اختلاف داشته باشم این اختلافه بالاخره توش یه ده درصد توافق هست دیگه یه جزی از این همه اختلاف های ما میتونه موافقت با هم دیگه باشه اونم تو مسئله چی فلسطین من نه بهتون میگم برید چیه بشید نمیگم با اونا مثلا روابط خوبی داشته باشید فامیل بشید ازدواج بکنید دختر بدید دختر بگیرید نمیدونم رفت آمد داشته باشید نه اما تو این مسئله فلسطین که میتونید با هم هماهنگ بشید میتونید مثل اونا باشید حداقل ایران شجاع رژیم ایران شجاع چرا تمام قد وایستاده به صراحت میگه میگه من از مثلا انتفاضه حمایت میکنم میاد میگه من از فلسطین حمایت میکنم میاد میگه من از غزه حمایت میکنم همه اینا رو داره میگه شما فقط حرف میزنید اما اونا در عمل ایستادن امروز یه خبر اومد بیرون سخنگوی ارتش اسقاطیل گفته بود که جمهوری اسلامی داره از حماس حمایت رسانه‌ای میکنه اینا یه زمانی میگفتن ایران رو نابود میکنیم بعد رسیدن به اینکه حماس رو نابود میکنیم حالا رسیدن به اینکه از حمایت رسانه ایران در قبال حماس شکست خوردن نه از خود ایران ها ببین این قدرت نرم یعنی همین جنگ سختم هم که نشون دادیم مرد میدانی لا این عرب زبان داره به حکام عربی منطقه میگه میگه مثل ایران شجاع باشید که خجالت بکشید آدم انقدر بی بخار یعلن هاي گفت نعم احنا هم نعم طلع لي دوله عربیه تدعم الاخوه في ای بس قاعدين يرفعون سلیمانی سليماني رفعون يرفعون سلیمانی سليماني يرفعون صورة سلیمانی لدعم لهم میگه اینا فشاری شدن از این که عکس سردار سلیمانی رو اینا مثلا اوردن زدن اونجا برافراشته کردن میگه خب باش به خاطر حمایتش از اونهاست به صراحت من گفتن ما حمایت میکنیم شما یک کشور به من نشون بده مثل جمهوری اسلامی که از اینها حمایت بکنه پیدا نمیکنی ما به مواقف سلیمانی ليش متحسس انت؟ ليش متحسس؟ يعني هم في وهم في هذا الضعف وخذلانك لهم مع انه واجبك انت، انت الاقرب لهم من ايران. رغم خذلانك لهم بعد قاعد تلومهم للجهه الوحيده اللي قاعده تدعمهم ليش تاخذون منهم دعم؟ لعن شكلك صج بقح يا یه لعنت به شما وقید ببین باید درس بگیریم از این کار رسانه ای که بچه های حماس کردن و دنیا رو بیدار کردن حتی همین عربی که میگه من شاید با ایرانم مخالف باشم شاید تمام مواضع سردار سلیمانی رو تایید نکنم اما دمشون گرم در زمانی که شماها باید دست به عمل می شدید اقدام می کردید داره به حکام عربی میگه چون شما نزدیکتر بودید به فلسطینی ها. شما سکوت کردید اما جمهوری اسلامی حمایت کرد ببین وقتی یه انسان با وجدان باشه آگاه باشه بسیر باشه دارای فهم و خرد باشه میشه یه دو, دو تا چهارتا میکنه به وجدان خودش نمیتونه دروغ بگه آدما میتونن کل دنیا رو توجیه کنن اما خودشون رو نمیتونن توجیه کنن چون یه محکمه‌ای در وجود آدمیزاد هست به اسم وجدان قرآن هم یه تعبیری داره تو آیه 14 و 15 سوره قیامت میگه بله الانسانو علا نفسه بسیره انسان از درون خودش آگاهه شاید دیگران رو بپیچونه اما خودش نمیتونه بپیچونه چرا؟ یه ولو القام آزیره چند در ظاهر بهانه بیاره الان تو اومدی کل دنیا رو توجیه کردی خودت رو نمیتونی توجیه کنی به کل دنیا میتونی دروغ بگی به خودت نمیتونی دروغ بگی به رفیقت میگی وایسته اینجا برم برگردم اما به خودت نمیتونی بگی چون میدونی بری بر نمیگردی برای همین وقتی وجدان میاد پای کار انسان با وجدانش که درگیر میشه نمیتونه وجدان رو زمین بزنه همیشه شکست میخوره در برابر وجدان بیدار اینجا هم این عرب زبان به خوبی نشون میده که یه آدم با وجدانه حالا از اون طرف مختدا صدر اومده گفته سفارت آمریکا باید بسته بشه در عراق علا رقم مواضع غلطی که از مختدا صدر دیدیم بارها بهش انتقاد کردیم اما ببین اینجا دیگه جای تعارف و فسفس فس کردن و لفت دادن نیست اینکه نیروهای مقاومت دارن دست به اسا حرکت میکنن برنامه ریزی شده منظم با استراتژی در این شکی نیست اما اگر یک حمایت دولتی از سمت دولت مردان و حکام عرب پشتش بود به شدت عملیات پررنگتر از این بود و به شدت کارسازتر بود و یه جورایی میشه گفت که کارآمدترم بود چون وقتی حمایت حکام باشه طرف مقابل روب و وحشتی به دلش میافته. یا آقا اینا اومدن همه پشت هم ها. نکنه یه ارتش هم بیان ببین الان فقط محور مقاومت اومده ارتش هیچ کشور عربی به صورت خاص وارد نشده بنابراین اگر حکام عرب به موقع دست می موندن اعلام موضع قاطع میکردن می اومدن پای کار شاید این اتفاقات انقدر طولانی نمیشد که حالا یه دی بیان تهدید به جنگ جهانی سوم بکنن آقا جنگ جهانی سوم در پیش است جنگ به نفع کیه به نفع هیچ کس نیست اما تو اینجا بحث بحث قصبه بحث پایان اسقاطیله که اینا استارت شو زدن هم آمریکا هم اسقاطیل هر دو از منطقه بیرون کنن عراقیا ببین همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم عراقیا مدام دارن عین الاسد رو میزنن توی سوریه دارن پایگاهاشون رو میزنن مدام دارن میزنن یعنی تعارف ندارن اما اگر حکام عربی پشتشون بودند چقدر شدت و عدتش بیشتر میشد امیدوارم این حکام بی منطق بی بصیرت بی غیرت یه ذره شجاعت یاد بگیرن از مسئولین ایرانی و بیان پای کارو کار رو زودتر تموم کنیم یا علی التماس دعا خدا نگهدارتون